الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن فداه أرواح العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنها أرضك طوعا نتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا. یکی از ابتلاعاتی که ما در زمان غیبت با آن مبتلا هستیم اینه که احساس وجود امام زمان رو نمی کنیم، و این عدم احساس باعث میشه ما کلن از دین دور بشیم. اگر چنانچه شخصی بتونه این وجدان رو داشته باشه، این احساس رو داشته باشه که حضرت حاضرن، حضرت ناظرن، این خیلی بیشتر مراقب اعمالش میشه، خیلی انگیزش برای کار دینی بیشتر میشه و خیلی امیدش بالاتر میره. در همین روایاتی که در بحث تفسیر اشاره کردیم، و قل اعملوا فسیر الله عملكم ورسوله والمؤمنون، که اعمال بندگان عرضه میشه بر خدا، البته واضحه خدا میبینه ناظره، بر رسول الله عرضه میشه، بر اهل بیت علیهم السلام که مؤمنون همان اهل بیت هستن عرضه میشه. اگه انسان این رو بفهمه همین مقدار که آقا هفته یکی دو بار صحیفه اعمال عرضه میشه، وقت خیلی دیگه دست و پاشو با جمع کنه و به تعبیر خود حضرت صاحب العصر و الزمان به ابن محزیار فرمودن که ولکنکم کثرتم الاموال ولم یرحم کبیرکم صغیرکم، ترحم بینتون نیست. ولم یرحم کبیرکم صغیرکم، ممکنه یک مشکلاتی هم بین این کبیر و صغیر باشه، حالا یک آقایی با یک کسی که زیر دستش و مشکلی هم شده، ولی رحم در دلش نیست نسبت به اون صغیر. حضرت اذیت میشن. یعنی این صحیفه های اعمال که عرضه میشه حضرت اذیت میشن، میبینن که این شخصی که از شیعیانشون هست، محسوب بر مکتب اهل بیته، با اون شخص مشکلی داره و حالا یا ظالمه یا مظلوم. خب این عرضه بشه حضرت اذیت میشن، و هر هفته حضرت اذیت میشن. که در روایت داشت که حضرت فرمودن عرضت علی صحیفت و عملی، دیدم یک صدقه ای دادی، خوشحال شدم، دعات کردم، خدا عمرت رو زیاد کرد. و این کشمکش های بین شیعیان، بین دوستداران اهل بیت، بین کسایی که بر حمل میشن بر اهل بیت علیهم افضل الصلاة و السلام، اینا رو وقتی حضرت ببینن چقدر دلشون خون میشه. ببینین حتی در ربح داریم که ترابح بر مؤمن یک نوع رباس، روایاتی که تو بحث ربا یکیش ترابح، مثلا یک سلعه، یک کالایی رو انسان بخره دو برابر بفروشه، این حالا اقل کراهت داره چون که نهی پیرامونش آمده بر مؤمن، حالا غیر مؤمن باشه یه بحث دیگه است، انصاف رو باید بخرج بده، اما بر مؤمن 10% آب برو، نهایتاً 20% چقدر میخوای ربح کنی؟ و این آرامش بازارم نگه میداره. حالا کار نداریم به بحثای اقتصادیش، ما کارهامون باید بر اساس تراحم باشه، چون که حضرت نظارگر افعالمون هستن. اگر کارهامون بر اساس تراحم نباشه مشکل میشه. آه فلان دوست با یا شریک با شریکش مشکل پیدا کرد بر اساس تراحم، فلان برادر با برادرش مشکل پیدا کرد. وقتی میگم بر اساس تراحم، ممکنه بر اساس دین حق داشته باشه، آمد خدمت حضرت گفت آقا من
مقروضم نسبت به اون آقا، اونم از دوستداران شماست، خیلی داره اذیتم میکنه، پیگیره. حضرت فرمود بگو بیاد. آمد و حضرت فرمودن خب چرا اینجوری باش صحبت میکنی، اذیتش میکنی؟ گفت حقمه. فستوا جالسن، تکیه داده بود اینجوری نشست. حضرت صلوات الله و سلام علیه فرمودن که فکر میکنی که خدا ناحق میگیره؟ با این حال میفرار یخافون سوء الحساب. سوء الحساب مداقه است، دقیق وقتی میشه سوء الحساب دیگه. این سوء الحسابه. حالا برگردم به مطلبم. ما فکر میکنیم همان گونه که نسبت به مرگ فکر میکنیم مرگ در خونمون رو نمیزنه و نخواهد زد، این گونه نسبت به حضرت حجت فکر میکنیم که حضرت حجت نیست. یا اللهم کل ولیکم، شاید حالا یه روز خوندیم یه روز نخوندیم، یه زیارت آل یاسین هفته خوندیم نخوندیم، دعای ندبه ماهی بار رفتیم نرفتیم، فکر میکنیم نیست، در حالی که حضرت هست و ناظرن، حضرت هست و میبینن. حالا بازم بحثه که آیا حضرت فقط به صحیفه عمل نسبت به اعمال ما، از راه صحیفه اعمال ما خبردار میشن، یا اینکه نه، ظاهرا فراتر از اونه، حضرت ناظرن، حضرت خلیفه الله هستن، علم دارن، از روایات این مسئله به دست میاد. روایات متعدد که یک نفر میمد خدمت حضرت، قبل از اینکه سوال بکنه حضرت میفهمن این سوال میخواستی بکنی، نیت ها رو بیان میکنن، صورت ها رو میبینن، آینده رو بیان میکنن. به ابن ملجم مرادی میفرمان تو قاتل منی، اینقدر دم از محبت علی نزن، تو قاتل امیر المؤمنین هستی. و اگه انسان این احساس رو بکنه میبینه چقدر حضرت بهش نزدیکن و چقدر نمیتونه از حضرت پنهان بشه و چقدر باید توجه بیشتری به صاحب العصر و زمان پیدا بکنه. یه مطلب، یه مطلب بالاترینه که نه فقط حضرت ناظرن بلکه دخالت دارن در زندگی های ما، یعنی در مشکلات ما دخالت دارن و کمک میکنن. حالا چه کمک های کلی که به نظر میرسه این برداشت میشود از روایات که حضرت حصن هستن، حصن برای جهان تشیع و حصن برای مسلمان ها و حصن برای بیگناهان، یک حصنی هستن که نمیذارن کل انسانیت از بین بره، کل شیعان از بین برن، کل مسلمان ها از بین برن، کل مظلومین عالم دادرسی نداشته باشه، یک دخالتی دارن. به نفسی انت من نازحن ما نازحنا، شما نازحی هستی، یعنی از ما دوری، ما نمیشناسیم شما رو به شخصه، ترجمه میفرمایید، اما شما هستی، دور نزدیکی، غائب حاضری. خیلی مطلبه. اگر ما متوجه این مطلب بشیم دیگه غفلت معنی نداره، دیگه زمان حضور حضرت یا زمان ظهور حضرت و زمان غیبت حضرت فرقی نداره. لذا در روایات آمده یغیب، ببینید، یغیب عن الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. چرا لا یغیب؟ چون که الغیبت عندهم به منزله المشاهده، چون که اینقدر عقل دارن، دانش دارن، معرفت دارن که گرچه حضرت غائب از انظار هستن اما اینها باز آگاهی دارن به بودن حضرت و ناظر بودن حضرت و توسل میکنن به حضرت، انگار حضرت داره جوابشون میده، دم درشونه. واسه خب ما از یک جهتی معرفتمون کمه، اینم اشاره کردم سابقا، معرفتمون کم نیست، این فقط برای امور دنیوی اهل بیت رو میخوایم. لذا عرض کردم من سابقا اصحاب اهل بیت خیلی بالاتر از ما بودن از این جهت که شما دیدین آقا برن پیش حضرت بگه آقا من خیلی، همه اصحاب بگه ما ناداریم، ما زن ندارم، بچه ندارم، آقا من مریضم، با این که اهل بیت قدرت داشتن، ولی این دیدو نسبت به اهل بیت نداشتن. متاسفانه ما این دیدو داریم که اشکالم نداره، فی حد ذاته خوبه که انسان این دیدم داشته باشه، اهل بیت قدرت دارن، اما
مشکل از چه جهته؟ مشکل از این جهته که اهل بیت خیلی فراتر از اونن. معرفت بله، نماز خواندن پشت صاحب العصر و الزمان خودش یه مطلبیه. توجه فرمودید؟ خیلی حرفه. ما باید با توجه به حضرت، همین سلام دادن به حضرت و متذکر نمودن خودمون که حضرت ناظرن، حضرت صحیفه اعمالمون رو میبینن، این ارتباط ناگسستنی که بین خلایق و حضرت هست رو بهش پی ببریم. این ارتباط ناگسستنی هستش. این سبب المتصل بین الارض و السماء، حضرت سببه، وسیله است، سبب متصل بین زمین و آسمان، ریسمان بین زمین و آسمانه. این همیشه هست، گاهی انسان متوجهش هست، گاهی انسان متوجهش نیست. ما اگه توجه پیدا کنیم به این سبب، دلهامون آراسته بشه و منور بشه به این، به این نور، به این معرفت، به این بینش، اصلا کلن تحرکمون و قدم برداشتنمون راستش رو بخواین عوض میشه، بالا میریم. اصلا توجه به همین مطلب، یادتون باشه هفته پیش نسبت به یاد مرگ و یاد حضرت صحبت کردیم، به نظرم یاد توجهمون به این مطلب، نمیتونم چی بگم، مؤمن رو تالی تل و اصحاب اهل بیت میکنه. اصحاب میدونستن اهل بیت میدونن، ازا خودشونو جمع میکردن. حالا اگه بدون انسان آقا بره پیش حضرت رضا، دیدیم بعضی حتی از عوام الناس معرفتشون از بعضی از مقتدیین بیشتر، میگی بهش چرا نمیره پیش امام رضا؟ میگه شرمنده هم، چجوری برم، با چه رویی برم؟ حالا نه باید بره البته، ولی معرفت داره ها، یه شرمنده شم چجوری برم؟ چجوری بگم السلام علیک ابن رسول الله، در حالی که مثلا من بچهش اذیت کردم، من یکی از شیعیانشون اذیت کردم، ظلم کردم، این گناه کردم، اون گناه، میگه شرمم میاد. میگه بهش چرا نمیره حج؟ مثلا اینو داریم در جاهایی که راحت میتونن، میتونستم برن حج، حالا که راحت نیست. میگفت نه دیگه، اگه برم حج بعد نباید گناه بکنم. اشتباه البته این تفکر، حتی اون تفکر که نمیره اشتباهه. دیدین روایت رو، کسی از دوستان اهل بیت بود، مست کرده بود، وقتی که از اهل بیت داشت رد میشد، کی بود؟ شاید حضرت موسی بن جعفر، بله حضرت موسی بن جعفر صلوات الله سلام علیه، این روشو کرد به دیوار حضرت رد شد. من یادم اینو از روایت از مرحوم استادمون علامه شیخ باقر علم الهدا میشنیدم، من بارها نقل میکردم. بعد حضرت که دیدنش میخواست ببینه، حضرت ملتفت شدن، شناختن، حضرت بهش فرمود در هر حالتی که هستی از ما روی بر نگردان. رو برگردوندن از اهل بیت قبح داره، اقبح از خود فعله، گناه، چون اهل بیت سببه. فرار باید بکنی از کجا؟ از گناهت به سمت اهل بیت، از گناهت به سمت خدا. فرو الالله، فرو من الله الالله. خود دیدن روی معصوم علیه افضل الصلاة و السلام خودش نور بخشه، خودش ان صلاتك سكنا لهم، ان صلاتك سكنا لهم، باعث آرامشه. و همایی که الان گرفتار در منجلاب عهد غیبت و در تاریکی هستیم، توجه می‌فرمایید؟ اگر متوجه بشیم دیگه دنیا رو یه جور دیگه میبینیم، احساس نمی کنیم بین ظهور حضرت و غیبتش. مثل یک کسی که میبرن برای بازجویی اونجا یک شبه آینه هست، میدونه اون طرف دارن نگاهش میکنن، درسته یا نه؟ اتاق بازجویی اونور چند نفر دارن نگاه میکنن، میگن به این طرف که بازجویی، بازجو داریم، به بازجو میگن که این سوال رو بپرس، اونجوری این حرکاتشو اینجوریه.
چجوری حرکات و سکناتش رو ملاحظه میکنه. ما باید حرکات و سکناتمون رو ملاحظه کنیم، وگرنه چاییدیم، وگرنه گیر کردیم. پس ببینین، هست و سببی است و نازحی است که ما نزه عنا، و صحیفه اعمال ما بر او عرضه میشه. پس بیدار بشو از این خفتگی، بیدار شو از این خفتگی. و مثلا من با شما مشکل دارم، بدونم که مثلا این مشکل با هم دعوا میکنیم، یه بزرگتر بیاد تو اتاق دیگه اینجوری دعوا نمیکنیم، یه عالم بیاد اینجوری دعوا نمیکنیم، پدر مادر میان اینجوری دعوا نمیکنیم، امام زمان بیاد دیگه دعوا نمیکنیم اصلا. اینه که ما در محضر حضرت صاحب العصر و الزمان هستیم، ولیکن لا تعقلون، شیعه که ما تعقل نمی کنیم. و اگر چنانچه ما این مطلب رو وجدان بکنیم، تالی تل و اصحاب اهل بیت میشه. یعنی مثل هارون مکی، شنیدین روایت شده دیگه، که نفر آمد و یکی از اصحاب بود، حضرت فرمودن، حضرت باقر بودن، شاید در مسجد النبی بودن صلی الله علیه و آله، فرمون بین بگو هر کس از اینجا رد بشد بگو بله محمد ابن علی رو دیدی یا نه. میگفتم محمد ابن علی رو دیدی؟ گفت نه. حالا حضرت اونجا بایستم. بعد هارون مکی که ضریر بود، بینادل بود، آمد حضرت فرمون از اینم بپرس، آقا حضرت باقر رو دیدین؟ کجاست؟ گفت اینجا پیش شما ایستاده. آقا بیایم هارون مکی بشیم. نگیم یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل هارون المکی. بصر نداشت ولی بصیرت داشت. ما اگر نتونیم حضرت رو ببینیم، اقلا بصیرت داشته باشیم، بدانیم هست. نه اینکه هست مکه است، هست مدینه است، من دورم مشهدم، هست تو حرم اینجا نیست. نمیخوام بگم حضرت لا مکانیه، حضرت مکانیه، حضرت انسانه، اما من در محضر حضرت هستم، چون که اعمالم به مرآ و مسمع حضرته. چقدر انسان با تقوا میشه، مخصوصا اگه محبت زیادی داشته باشه به حضرات معصوم، خیلی تقواش بالا میره. و در حقیقت ما چقدر امام حسین سید الشهدا رو دوست داریم، حضرت صاحب العصر و زمان همون حضرت سید الشهدا هستن، چقدر امیر مؤمنین حضرت زهرا رو دوست داریم همان هستن. حالا دیگه از بیچارگی و بدبختی و فلاکت و بیعرضگی خودمونه که حضرت پس پرده غیبت هستن. تعبیر یکی دیدم قشنگ نوشته، خیلی قشنگ نوشته بود، گفت او بله